عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان به دلیل وخامت حال جسمی در بیمارستانی در تهران بستری شده است. آقای امیرانتظام که به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران از او یاد می شود، سال 1358 به اتهام جاسوسی برای آمریکا به حبس ابد محکوم شد. اما از آن زمان تا کنون بر بیگناهی خود تاکید کرده و همواره خواستار اعاده دادرسی شده است. گزارشی از کوروش سعدی. من خودم از کلاس دهم دارالفنون علاقمند بودم به نهضت ملی ایران و شخص دکتر محمد مصدق. عباس امیرانتظام عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران و با سابقه ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی از روز گذشته در بیمارستان ایران مهر تهران بستری شده. فعال سیاسی 80 ساله با زندگی سیاسی پرفراز و نشیب. 13 آبان 58 از وقتی که دانشجویان پیرو خط امام از دیوارهای سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند، زندگی سیاسی امیرانتظام هم وارد مرحله جدیدی شد. عباس امیرانتظام که در آن زمان همزمان با عضویت در نهضت آزادی ایران سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود، به تهران فرا خوانده شد. دادستانی کشور او را محاکمه کرد به اتهام همکاری با سازمان سیا و جاسوسی. بر اساس اسنادی که گفته شد دانشجویان پیرو خط امام از سفارت آمریکا به دست آورده بودند، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان به حبس ابد محکوم شد و به زندان رفت. اما هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفت. هنوز هم نپذیرفته. سال 1375 با فشار گزارشگران ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل به مرخصی از زندان فرستاده شد. اما باز هم گفت که بیگناه در زندان بوده، خواستار اعاده دادرسی شد و اعاده حیثیت. پس از دوم خرداد 76 بیشتر از او شنیده شد. گفتگوهایش با روزنامه‌های اصلاح طلب و رادیوهای فارسی زبان خارج از ایران. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن. گفت که اسدالله لاجوردی در دهه 60 چه بر سر زندانیان سیاسی آورده، چطور اتهامات بی اساس جاسوسی به او زده شده و اینکه تا حقش را نگیرد ساکت نخواهد نشست. این فرصت را پیدا کرد تا خاطراتش را بنویسد و از ناگفته های انقلاب بگوید. اما باز هم به زندان رفت. زندان، آزادی موقت و باز هم زندان. داستان زندگی 30 ساله اخیر عباس امیرانتظام، فعال سیاسی کهنسال ایرانی، بر بستر بیماری است. آرزوی جز رسیدن به آزادی، برقراری حاکمیت ملی و در ایران و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور. اما همچنان از آرزوهایش از ایجاد حکومتی دموکراتیک در ایران و رعایت حقوق بشر می‌گوید. کوروش صحتی، صدای آمریکا.